در زمان ما فکر میکنم من تنیجر بودم، از پدر بزرگ خود ما هر شب یلدا را دور هم جمع شدیم و قصه شاهنامه را میگفتیم و به همون شکلی که در ایران مرسوم هست در واقع برای ما شب قنامندی ادبیات پارسی ما و قصه های کهن پارسی ما بود. حالا در خراسان زمین قصه های مختلفی هم از فردوسی، از شاهنامه فردوسی نقل می شد، از ابو مسلم خراسانی، قصه چهل دختر و قصه هایی که برای ما پدر بزرگای ما عنوان می کردن، اتفاقاتی که واقعا در تاریخ ما اتفاق افتاده بود. من در زمان تنجیر خاطرم از پدر بزرگم سوال کردم که چرا طولانی ترین شب رو جشن میگیریم؟ شب که زیبایی نداره، طولانی بودنش که زیبایی نداره، چه چیزی رو ما جشن میگیریم؟ خیلی پاسخ زیبایی در اون زمان پدر بزرگ من به من داد، برای منی که در آن زمان تینیجری که من بودم و دغدغه من نه مراسم مذهبی و اسلامی بود، نه برای من مهم بود که عاشورا تاسوعا چی هست یا جشنهای عیدهای مذهبی و عیدهای فطر و قربان چی هست، و در کنارش همینطور جشنهای مثل یلدا اینها برای من اهمیت به اون شکل نداشت. نگاه من به سمت تکنولوژی بود که در جهان داشت پیش میرفت و از خودم میپرسیدم که ما کجا هستیم، جهان در کجا هست. دغدغه من این جشن و اینا نبود. تعریفی که پدر بزرگ من برای من کرد خیلی زیبا بود و همچنان برای من به شخص باقی ماند و این باعث میشه که هنوز یلدا رو به بهترین شکل تجلیل میکنم. گفت ما شب طولانی و تاریکی را جشن نمیگیریم، ما زایش خورشید را جشن میگیریم. این که ما موفق شدیم تاریکی را شکست بدیم، سرما را شکست بدیم و از فردا روزهای طولانی تر و روشنایی بیشتری را داریم، ما این را در کنار همدیگه جشن میگیریم. پشت رو به رو